4 نظامی نیروهای هوایی کشور و 5 تن از افسران نیروهای ویژه ولایت بامیان از قربانیان سرنگون شدن یک چرخ بال ارتش در ولسوالی بهسود میدان وردک هستند. عبدالکریم رحیمی پیلوت و فرمانده کندک 4 لوای خاص 777 هوایی پیلوتی بود که 4 سال پیش و در حمله گروه داعش به شفاخانه 400 بستر برای مهار کردن این حمله پیچیده به این شفاخانه چرخ بال را بر بام این شفاخانه نشست داد و راه را برای نیروهای ویژه باز کرد. دیده قضیه عاملینو تا به سخت‌ترین جزا ورکرسی زغوارم اطمینان درکم. محمد انور عمر از دیگر پیلوتان فرمانده کندک 3 لوای خاص 777 هوایی بود که 28 سال در ارتش افغانستان کار کرد و آموزش دیده نظامی در ایتالیا بود و 3 سال می شد که در قوای هوایی کار می کرد. بدون شک نبود از یک ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر برای اردوی ملی افغانستان است. محفوظ نگزاد مهندس نظامی در کندک 4 لوای خاص 777 هوایی که حدود 5 سال در ارتش کار کرد و فضل وهاب امیری از نظامیان بخش فنی کندک 4 لوای خاص 777 هوایی از دیگر قربانیان آماج قرار گرفتن چرخ بال ارتش در ولسوالی بهسود هستند. پیشی در سرنگوان لپاره سیرونی دوام داری کلچی سیرونی نتیجه معلوم سی بیا با انشالله در جزیات پا ار نور هم معلومات ورکو. منابع میگویند که 4 چرخبال ارتش هنگام انتقال مهمات و مواد آشیوی به ولسوالی بهسود آماج حمله قرار گرفتند که در نتیجه یک چرخبال ترانسپورتی می‌17 در نتیجه شلیک سرنگون شد و سرنشینان آن جان باختند. هرچند منبع افراد وابسته به علیپور از فرماندهان محلی را در بهسود به سرنگون ساختن این چرخبال متهم می‌سازند، اما او در این باره تا کنون چیزی نگفته است. ثبوتونه شته دی چه در ساحت دوی مربوط ساحته چه دی دوی پیدا باندې دلته بل هیڅ کوم د نپریدیا ته د حکومت خلق نپریدی. اما رئیس ستاد ارتش در تویتی بان که نامی از عاملان این رویداد نمیبرد میگوید که از عاملان این رویداد بازپرس جدی خواهد شد و این کار بی پاسخ نخواهد ماند. مو کماندو سربازان چې د موږ د پال از جانون قربانی کوي هغه هم د واسه وکړه دا مسله باید جدی وڅېړل شي. نزدیک به یک ماه پیش در درگیری میان نیروهای دولتی و افراد وابسته به علیپور در ولسوالی بهسود 12 تن جان باختند و 25 تن دیگر زخمی شدند. جنجال میان دو طرف هنوز هم حل نشده مانده است.